سلام عرشد جناب استاد. خوبی داداش؟ وقت شما بخیر. ممنونم. شما خوبید جناب استاد؟ بنده خوشگل هستم. عالی مثل همیشه استاد. نه منظور اینه که یه جوری نباشه که آبروریزی بشی. یعنی با همین وضعیت اگه برم خواستگاری اثر داره؟ به نظر بنده که بله استاد. خب خیلی خیلی خوب. استاد همه چی مناسب هست، مشکلی نیست؟ اگر اجازه بفرمایید جلسه رو شروع کنیم. ان شاء الله مناسبه. بله. خب من سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان، یاران و همراهان همیشگی انجمن حقوق‌شناسی و استاد عزیزمون. بالاخره رسیدیم به جلسه 100 و آخرین برنامه لایو انجمن حقوق شناسی از سری نخست. میدونم که همه منتظر برگزاری این جلسه بودید. امشب دوشنبه 29 آذر ماه سال 1400 هجری خورشیدی آخرین صداها یا بهتر بگیم واپسین نفسهای پاییز به گوش میرسه و چیزی نمونده که زمستان از راه برسه و امیدواریم که همچون برف خودش قلبهای ما رو هم سفید بکنه. همونطور که دوستان مطلع هستن، امشب ما یک موضوع جذاب رو از قبل پیشبینی کردیم و از اون مهمتر و جذابتر یک مهمان عزیز و البته بهتره بگم یک میزبان که ایشان خودشان پدر و بنیانگذار معنوی انجمن حقوق‌شناسی هستند. جناب استاد، کرونا با همه این تلخی‌ها و دردهایی که در این ایام برای ما به جا گذاشت، یک حال خوش رو انصافاً به ما بدهکار بود و اون هم حضور جناب عالی در فضای مجازی. دوستان عزیز حتما مطلع هستن این اولین باری که آقای دکتر استاد عزیزمون رو در چنین فضایی می‌بینیم و برای ما خواهند گفت از موضوعی که همه مطلع هستند، چشمانداز روشن نظام حقوقی ایران. این نکته رو هم تاکید بکنم که یکی از ویژگی‌های خوبه چون این فضای این هستش که ما الان مخاطبینمون از سر تا سر ایران دارن این برنامه رو تماشا میکنن، یعنی چیزی متفاوت از جلسات حضوری و این موجب خوشنودی انجمن حقوق‌شناسی و حتما جناب استاد هست. استاد عزیز، جناب آقای دکتر علی آزمایش، حتما میدونید که چه شوری در این روزهایی که قرار شد ما این جلسه رو برگزار کنیم در فضای مجازی به پا شد و همه و همه به خاطر مهر و عشقی بوده که شما در طول این سالها تقدیم فرزندان خودتون و جامعه حقوقی کردید. به عنوان کلام آغازین میشنویم کلام شیبا و شیبای حضرت عالی رو و مشتاقیم که استفاده کنیم از بیانات شما. در خدمتون هستم. درود بر همه عزیزانی که این برنامه رو میبینند و این لطف رو ابراز کردند که با وجود پیش پا افتاده بودن موضوع بحث از یک طرف و با وجود دیدار مکرر و زیاد منده در جلسات و از بین رفتن لطف دیدار مجدد از طرف دیگر، بازم نشستند پای این اکران و دارن نگاه میکنند، سپاسگزار بسیار 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 فراوان لطفشون هستن که این لطف هم ناشی از اونها نیست، این لطف هم ناشی است از مشیت منشأ خلقت که نمیدانیم چیست ولی میدانیم خارج از وجود ما قدرتی هست. هر اسمی میخواییم بهش بدهید، به ما گفتند که این خدا نام دارد و به ما گفتند که جهان را صاحبی باشد خدا نام. خب بنده در درجه اول باید اظهار
نگرانی، ناراحتی، تأسف کنم از اینکه قیافه بنده به زیبایی قیافه این آقایی که برنامه رو داره اداره میکنه نیست. ملاحظه بفرمایید چه صورت و رخ سرخ شادابی داره و بنده چقدر رنگ رو رفته هستم. البته نمیدونم، شاید چراغ رنگی بالا سرش گذاشته باشه، ولی به هر حال اینجا چراغی که گذاشتن چراغ لامپ بسیار بسیار سفیدی است و من در هم بیش از اون که هستم و رنگ پریده رنگ پریده کردم. میدونید که خیلی فرار کردم از حضور در فضای مجازی و درسته که پیشرفت‌های تکنولوژیک رو نباید نادیده گرفت و جزء دستاوردهای بشری است، ولی اعتقادم بر این است، بارها هم عرض کردم، که هر کس در دوره مختلف زندگیش با مسائل مختلفی روبروست، وقتی که رسید به اونجایی که دیگه به قول حافظ چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو یا بیرون رو، رندی و خراباتی ایام شباب اولا. خب این فضاها هم که درسته هست و ما هم ازش استفاده میکنیم، اداره کردنش و شرکت در مباحثات شایسته جوان هاست. نمیگم جوانترها، چون دیگه من که جوان نیستم که بگیم جوانترها، ولی شایسته کسانی نیست که در این حوزه حضور فعال داشتند و دارند و مؤثر هم بودند. البته همه ما سعی میکنیم به هر کیفیتی از خودمون رو در صحنه نگه داریم. این اشتباه. اینی که بنده امروز در خدمت شما هستم از هنرهایی است که ایرانیان در جامعه شناسی خودمانی بخونید اونجا بهش بر میخوریم. ایرانیان دارند، وقتی که مهمانی دارند میرند و تمام عتیقجاتشون رو از کمدها بالای رفها میارن، میچینن، چیزی هم توش نمیریزن، میذارن فقط برای این که نشون بدن که ما چه ثروتی داریم و چه اجناس ارزنده ای داریم. اینه که ببینید امثال من رو میکشن به این برنامه ها از اون قبیله، عتیقه ها رو از توی کمدها در میارن و از بالای رفها و میذارن رو میز. اما شماها همه شنوندگان وقتی حرفای من تموم شد، سعی میکنم یک ساعت بیشتر نباشه که بتونیم یک ساعتم بحث کنیم با هم دیگه، حالا کمترم شد اشکالی نداره، وقتی حرفا تموم شد میگن ای بابا اینا رو که ما میدونستیم، اینا که مطلب مهمی نبود، بنابراین وقتمون تلف شد. یا از فلان کس مطلب خیلی عمیق‌تر از این شنیده بودیم و اینجا بی خودی نشستیم این حرفا رو گوش کردیم. اینا رو همه رو میدونه. ولی خب این انجمن حقوق شناسی از قدم اولی که یک نفر حرکت کرد، بعدن تعداد زیاد شد و اون یک نفر این انجمن رو به راه انداخت و بقیه بهش افزوده شدند خوشبختانه و این وضعیتی رو پیدا کرد که امروز داره. از همون روز اول اون یک نفر این مطلب رو در نظر گرفت که باید بره سراغ جوانها، 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 جوانها. چرا؟ چون امید در نسل جوان است. نسل جوان شما هستید که الان نگاه میکنید، ولی به شما ختم نمیشه، فرزندان شما هستند، به اونام ختم نمیشه، فرزندان اونا هستند و این چرخه حیات همچنان در حرکته. یک گذرگاهیست، یک نهریست، یک قطاریست که عده‌ای سوارش هستن پیاده میشن، در طول زمان عده‌ای دیگه بهش سوار میشن و
نمیدونیم کی را افتاده و کی متوقف میشه و نمیدونیم برای چی ما رو سوار کردن و نمیدونیم کی پیادمون میکنن. در اون چند سباهی که سوار این قطار هستیم، در این رودخانه هستیم یا در این چرخه حیات حضور داریم، باید هم با شادی و ایام رو بگذرونیم، هم موجب شادی دیگران باشیم. موجب آزار شدن خصلت خدایی نیست. خصلت خدایی فقط مهربانیه. حواسمون باشیم اگر موجب آزار بشیم، که امروز خیلی مصادیقش رو میبینیم، از خدا دور شدیم، از منشأ خلقت هرچی اسمش هست دور شدیم. وجود ما برای شاد کردنه. خیلی از ماها دلمون میخواد هر مطلبی اتفاق میفته به حساب خودمون بذاریم. من بدبختمون کرده این منیت. هیچ جوری هم از شرش نمیتونیم خلاص بشیم. من وقتی که منم گفتم وقتی به یاد این میفتم که این انجمن رو کسی که راه انداخت و کسانی که بهش اضافه شدن و به این روز رساندن که الان هست، که یکی از افتخارات جامعه حقوقی ما هست و من افتخار میکنم که با اینها در تماس باشم، از روز اول اینها دنبال این حرف بودند که آیا ایران میتواند از یک نظام حقوقی ایرانی برخوردار باشد؟ خیلی مهم بود این فکر برای این افراد جوان. مطلبی که به عقل پیشکسوتان اینها، اساتید اینها در گذشته نرسیده بود. اینا به این فکر افتادند که چرا ایران یک نظام حقوقی مختص خودش نداره؟ نه اینکه از دستاوردهای دیگران استفاده نکنه، استفاده کنه، ولی یه چیزی از خودش داشته باشه. چرا تا امروز نداشته؟ آیا نمیتواند داشته باشد؟ اینا همچین فکری کردن، من باید اون فکر رو از آن خودم کنم. من میام در سال 1399 میگم همون جوری که خیلی ما میگیم که آقا اینو من خیلی وقت فکر کردم، خیلی وقت بود من همین فکر رو داشتم، ننوشته بودم، حالا مینویسم. حقوق ایرانی وجود دارد. خوشبختم که سن شماها نمیرسه به اول انقلاب و اگر هم میرسه حضور نداشتید در جلساتی که این بندگان خدا اینقدر جوزده انقلاب اسلامی و حقوق اسلامی و حکومت اسلامی شده بودند که در جلسات می گفتند ایران قبل از اسلام هیچی نداشته. با قدرت ما محققیم، تحقیق کردیم، هیچی ایران نداشته. حالا می نویسند که من دهه هاست که در فکر این بودم که ایران یه حقوقی از خودش داره. برای چی اینا رو میگم؟ برای این که شما هم که الان دارین به حرف من گوش میکنین قره نشین به اون چیزایی که میدونین. اینایی که شما ها یاد میگیرین، ما یاد گرفتیم، پیشینیان ما یاد گرفتن، بعدی های ما یاد خواهند گرفت، بعدی های شما یاد خواهند گرفت، یه موش اعتباریاتی. هیچ مطلب ملموس و واقعی داخلش نیست. اینا فقط اعتباریات، قرارداد هاست، قرار اجتماعی. این قرار اجتماعی که باعث می شود این قاعده حقوقی نوشته بشود مقدس نیست.
ذاتش ماهیتش تحول پذیره با زمان و با مکان. بنابراین چیزی نیست که ما دل باختش بشیم. وی با این شرایط یه خورده کج باشه، این دیگه باطل. باش تا صبح دولتش بدم، باش تا صبح دولتت بدم، من دولتش بدم. یه خورده سب کن، اینا عوض میشه. دلباختگی ندارن این شکل. و با این دلباختگی آزار به مردم نرسون، به جامعه آزار نرسون. بدون اینا اعتباریات هم. و با اعتباریات واقعیات را از بین نبر. قرار جا اجتماعی گذاشت میذاریم با هم یا گذاشته ایم با هم. اگر کسی کسی را کش، ما او را میکشیم. حیاتی امر واقعی، آزادی او را سلب میکنیم، آزادی امر واقعی. ما با قرارداد و اعتباریات سلبش میکنیم. قرارداد و اعتباریاتی که امروز می‌نویسیم نصر ها پاش سینه میزنن، اصلا حاضر نمیشن تغییرش بدن. خودتون میدونید جامعه تغییرش میده، جامعه راه خودشو میره، اعتباریات ما هم سر جاشون هستن. ازدواج سفید مصداق بارز این مسئله است. در جامعه ما رایج جرم‌انگاری میکنیم، مجازات میکنیم، اد نداره تو قانون مینویسیم، اما جامعه را خودشون دلباخته. اینها نشویم، فکر کنیم اگر مسئله مفید دری هست بپرورانیم و به طرق معتبر و مقتضی وارد قرارداد اجتماعی کنیم. اگر هست اونچه که جامعه میخواد، بله مدیران جامعه یک وظیفه آموزش هم دارند انشاءالله اگر خودشون صالح باشند. یه وظیفه مدیریت، هدایت، یه قدم پیش بردن جامعه هم دارند، نه یه قدم به پس گذاشتن جامعه، به عقب راندن جامعه، به پیش بردن جامعه، این هم دارند. ولی نه به حدی که به خیالات و اوهام متوسل بشن و خیال کنن اینا رو باید اعمال کنن. اینا اعمال شدنی نیست. از زمانی که نوشته می شوند متروکن. اجبار به ازدواج، اجبار به فرزنددار شدن، اجبار به... اینا همه از روزی که نوشته می شن متروکن. من جرب المجرب حلت به ندامه. اما اینا چه ربطی داره با موضوعی که دوستان پیشنهاد کردند و بنده هم تسلیم شد؟ آینده روشن حقوق ایران به این مطالب چه ارتباطی داره؟ ببینید عزیزان من، یک موجی از طرف بزرگان دانشگاه ها به حرکت در آمده. این موج ناامید کردن جوانان است. ربطی به ایران نداره ها. الان من براتون مثال میزنم از فرانسه که اطلاع دقیق تری ازش دارم. استاد جوان 40 ساله 45 ساله وارد دانشکده میشه، وارد کلاس میشه، اولین سخنی که به اینها میگه، میگه چرا این رشته رو انتخاب کرد؟ چرا اومدید دانشگاه؟ اینقدر فارغ التحصیل در این رشته هست و اینقدرشون بیکارند،
شما هم به خیلی این بیکاران افزوده میشید. برید یه فکر حسابی بر خودتون بکنید. یعنی ترویج ناامیدی. ببینید یه جوان با چه شوقی این کنکور رو برگزار کرده، با چه ذوقی وارد محیط دانشکده شده و چقدر دلش میخواد یه چیزی یاد بگیره. بسم الله، برای چی اومدی اینجا؟ تمام این بنای فکری او رو، بنای ذوقی و شوقی و کوششی که میخواد اعمال کنه میشکنی. بنده میام، چرا؟ برای اینکه من جناب استادم. الان این در فرانسه خیلی رایجه، متاسفم، و در کشورهای دیگه اروپایی دیگه، در ایران جای خود داره. این رو من به واقع بینی تعبیر نمی کنم، یکی از دو مطلب تعبیر می کنم. یا من خیلی حواسم پرت شده و خیال می کنم من برنامه ریز عالم هستم و یادم میره جهان را صاحبی باشد خدا نام. منم یه بنده خدایی هم اومدم، معلوم نیست ساعت دیگه اصلا هستم یا نه. مثل بسیاری از فلاسفه، بسیاری از دانشمندان که برای آینده دنیا برنامه ریزی کردن، مردن رفتن، برنامه شون هم مرد رفت. یا ناشی از خودخواهی منه و این منیتی است که من رو گرفته. یا خیلی ازتون عذر میخوام، ناشی از حسادته. شما نمیدونید وقتی من 40 سالم بشه نسبت به 20 ساله حسودم، 60 سالم باشه نسبت به 40 ساله حسودم. الان به سن من که برسید، من 78 سالم، میدونید همتون، متولد 1322 هستم، 1478 سالم. این کیه؟ این آقای غریب دوست کیه؟ این آقای بشیری کیه؟ این یکی بشیری، اون یکی کیه؟ اون یکی کیه؟ ای بابا، اینا آدمی از آدمی شدن بر خودشون. من به همه اینا حسادت میکنم و امثال اینا نه، برجسته تر از اینا سر کلاس های دانشکده ها میشستن، برجسته تر از اونا تو کلاس های دبیرستان ها هستن و برجسته تر از اونا تو کلاس های دبستان ها هستن و برجسته تر از اونها در رحم های مادرشون هستن و برجسته تر از اونها در پشت های پدرانشون و در رحم های مادرشون که هنوز به هم لقاح نکردن هستن. این رمز خلقت، نوآوری، 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 این رمز خلقت. من باش مخالفم. من به شما میخوام بگم، خب جوانتر از من هستید، حق ندارم بگم مثل فرزندان من هستید، نه، این حرفای داستانهای لفظی رو کنار بذاریم. در بین این اختلاف نظری که وجود داره که آینده داریم یا نداریم، آیندهمون روشنه یا تاریکه، در این اختلاف نظری که بین روشنایی و تاریکی داریم، عزیزان من، جهل بر علم، بر دانایی در برهه زمانی کوتاه میتونه فائق بشه ولی ادامه نداره. به عمر من که کفاف نمیده، عمر من و تو که ملاک زندگی دنیا نیست که، میگذره، بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، بگذره اینا. خورشید زیر ابر نمیماند. دیدین دیگه، همین دو روز تهران ابری، بارندگی، فردا صبح بلند میشه آفتاب جهانتاب تمام دنیا رو روشن کرده، یک ساعت بعد اثری از
خیسی اون بارانها بر زمین نمونده. اینجوریه تاریخ جهان، اینجوریه. چقدر ازتون خواهش کردم تاریخ بخونید، بخونید بخونید. میگین به حقوق چه ربطی داره؟ هان مشو نومید چون واقف نیی از سر غیب. میدونی سر غیب رو؟ همه آینده رو پیش بینی میکنی؟ اگر کسی همچین ادعایی بکنه، نعوذ بالله، خداست دیگه. دیگه من همه رو پیش بینی کردم دیگه، خدا میخواد چیکار کنه؟ همینه کارش. درسته که من خیلی ارادت داشتم و دارم به حرکت جوانانه ای که در این انجمن از روز اول راه افتاده و خیلی هم آمدم و در اون خانه اندیشمندان صحبت های حضوری کردم، اما امروز که به من گفتند این صدومین جلسه مجازی انجمن هست، مؤسسه هست که حالا انجمن جاشو میگیره یا گرفته و میخواییم تعطیلش کنیم، تو هم بیا شرکت کن در این برنامه. پیشنهاد خود من این بود که تعدادی باشیم، اسمم دادم، گفتم چند نفر باشیم، هر کدوم نظرمونه بگی. ولی حالا اینجوری شد، قرعه فال به نام من بیچاره زدند. ای بگم من دیوانه که خود دیگه حرفم گوش نمی کنه. قبول کردم آمدم و این هم موجب اون نیست که بقیه درخواست های شرکت در جلسات مجازی که قبل از اینم زیاد بوده رو به پذیرا بشم و شرکت کنم. شایدم شرکت کنم، نمیدونم. ولی حضور و چشم در چشم و ملموس وقتی آدم با کسی صحبت میکنه و انرژی از اون میگیره و انرژی بهش میده، حسابش جداست. و منم به اون عادت کردم. ولی گفتم بیام و به شماها که جوانتر هستید، جوان هستید، من دیگه جوان نیستم که شما جوانتر هستید، بگم از قول بزرگی که میدانیم چه هستیم، نمیدانیم که چه ممکن است بشویم یا چه خواهیم شد، که فردا چه بازی کند روزگار، نمیدونیم. تاریکی در دنیا وجود ندارد، تاریکی خلاف منطق خلقت است. وقتی تاریکی میبینیم نادانیم، ندانستن در ذهن انسان تاریکی ایجاد میکنه. خب اشکالی نداره که قرار نیست همه ما همه چیز رو بدونیم، که همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزادند. تاریکی معنا نداره، یأس، بدبینی معنا نداره. هر کس با شما صحبت کرد و صحبت از ناامیدی و تاریکی آینده کرد، جلسه رو ترک کنید. توصیه من اینه که دیگه در اون جلسات شرکت نکنید، خواه ناخواه به علت مسنتر بودن اون و داشتن چهار تا مدرک تحت تاثیر قرار میگیرید. شعورتون رو به کار بندازید، خردتون رو به کار بندازید و ببینید بنای حیات بر تاریکی است، بنای حیات بر بدبینی است، بنای حیات بر نادانی است. اینا رو ببینید دیگه، روش فکر کنید دیگه، اینکه میتونید این کارو بکنید. چرا آینده حقوقی ایران روشنه؟ چرا آینده ایران روشنه؟
خیلی ها تا اینو بشنوند، به خصوص اون بندگان خدایی که اون بر مرز نشستن و منتظرن که این ملت کارهایی بکنه که اونا بیان حکومت کنن. یکیشون هم حاضر نیست بیاد بره تو صحنه، مبادا به وجود مبارک خود یا خانواده یا بچه هاش صدمه ای بخوره. به محض اینکه این حرف منتشر بشه، اون طرف همون که بارها راجع به بنده گفتن، این هم آقا جز این حکومته، از اینا دفاع میکنه. خب من که واهمه ای ندارم گفته بشه اب ندارم. چیشی روشنه؟ روشنی نیست، همش تاریکیه. من به شما میگم آینده این جامعه، این مملکت روشنه. به صبر کوش تو ای دل، که حق رها نکند چون این عزیز نگینی به دست اهرمنی. محکم باش، استوار باش. اما چجوری آینده این حقوقی ایران روشنه؟ 115 سال ما قانونگذاری داریم. خب خیلی مهمه، کتاب های آقای دکتر طباطبایی رو که میخونید، فریدون آدمیت رو که میخونید، کسروی رو که میخونید، میبینید که چجوری فکر نظام پیدا کردن این جامعه، سامان یافتن این جامعه به ویژه از نظر حقوقی شکل گرفته. اینم لطف خدا بوده که عده‌ای به کوشش در این راه حرکت کردند و موفق هم شده. 115 سال پیش وقتی این توفیق حاصل شد، نیاز به متون بود. دویده بودند که آزادی رو بگیرند، دویده بودند قانونگذاری رو بگیرند، دویده بودند مجلس داشته باشند، اما حالا چه قانونی بنویسیم فکر نکرده بودند. یه خوردم تنبلی کمک میکنه. از اولین کسانی که فکر قانونگذاری رو تو این جامعه آوردند، حقوق اروپایی به خصوص حقوق فرانسه رو ترجمه کردند آوردند. خب جامعه ما جامعه مذهبی هم بود، اختلاف بین روشنفکران و مذهبیون هم بود، ولی متن جامعه ما از قدیم الایام، برین قبل از اسلام، یه اعتقادات مذهبی داشته، یک خدای واحد میپرستیده، موحد بوده، یه همچین فکرهایی داشته. خب این تلاقی این فکر مدرن و این فکر دینی باعث شد اونایی که مدرن بودن قوانین اروپایی رو ترجمه کردن آوردن، اینایی که این سمتی بودن قواعد فقهی رو ترجمه کردن آوردن. قواعد فقهی در جنبه کیفری قابلیت اعمال نداشت، اما در مدنی قابلیت اعمال داشت. مردم هم باش آشنا بودن، زندگی کرده بودن، نکاح رو میشناختن، همون آوردن تو قانون قواعدشون. بیع رو میشناختن، همون قواعدش آوردن تو قانون. قانون مدنی رو که میخونید میبینید از فقه گرفته شده، غیر از آنچه که در فقه مبحث نداشته است. دیگه لازم نیست بگم تعهدات در فقه جایی از اعراب، محلی از اعراب نداشته، این از حقوق خارجی. خود قانون اساسی رو می نوشتن، از کجای فقه در می آوردن؟ از کجا؟ حقوق ملت از کجای فقه در می آوردن؟ اینا رو از غرب گرفتن، از قانون اساسی فرانسه مبحث حقوق ملت ترجمه کردن. بدون عنایت به این که
قبایل غربی رو که میارن با خواستهای این جامعه، با مقتضیات این جامعه انطباق داره یا نه. خب گفتیم قواعد غربی رو ترجمه کردیم آوردیم، قواعد فقهی رو هم ترجمه کردیم آوردیم، اینا رو گنجوندیم تو مجموعه های قانونی. کجاها؟ حقوق مدنی بخش عمده از قواعد فقهی گرفته شد، بخش مؤثر اقلیتش از حقوق اروپایی گرفته شد، حقوق کیفری تقریبا همش از حقوق اروپایی گرفته شد. اونطور اونایی که می نوشتن چون فقیه هم بودن سعی می کردن که با ویژگی های فکری جامعه ما انطباقش بدن. الان وارد جزئیات بحثش نمیشه. خب از این دوتا که گذشتیم، حقوق ثبت کجای فقه؟ شهرداری ها، مدیریت کشوری، جنگل ها و مراتع اراضی کجاست اینا؟ از کجای فقه آوردیم؟ اگر آمار بگیرید ممکنه برسید به این که بالای 90% این قوانین ترجمه است، ترجمه کردیم آوردیم، گاهی هم با اشکال ترجمه کردیم آوردیم، گاهی هم اینن ترجمه کردیم آوردیم اون بر تحول پیدا کرده تحولش نیورد. در قانون تجارت ما از این قبیل زیاد است قواعدی که یا اشتباه ترجمه کردیم یا اون طرف تحول پیدا کرده تحولش نیوردیم ندیدیم. خب باهاش 115 سال زندگی کردیم مرتباً، یعنی ما هیچ قانون از خودمون فکر خودمون استخراج نکردیم. چرا؟ قانون استخراج کردیم، متاسفانه قانون متروکه، هرچی از فکرمون در آوردیم مثل آنتن ماهواره که اول انقلاب داشتن صفحه و کاست موسیقی و ویدیو و نمیدونم حتی تلویزیون و آلات موسیقی همه اینا از خودمون در آوردیم، بعد یکی 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 عقب نشستیم، بعد اون ویدیو تبدیل شد به آنتن ماهواره نوشتیم ولی متروکه است. حتی قواعد فقهی بسیار قوی رو آوردیم مثل منع ربا ولی جامعه را خودشو می رفتیم، ما دنبال راه جامعه رفتیم، اسمشو عوض کردیم گفتیم سود تضمین شده، داریم ربا می گیریم داریم ربا می دیم ولی اینا سود تضمین شده است. و همین قرارداد می خواهم من با آقای بشیریه ببندم، چرا مجازاتمون، چرا پیشبینی کردیم قابل مجازاته، همون قراردادی میگن نه اون ربا را دولت بگیره، دولت بده سیستم بانکی بگیره، سیستم بانکی بده، خلاف شرع نیست، شماها این کار رو بکنین خلاف شرع. خب آمار بگیرید ببینید چند تا پرونده ربا تا حالا تو دادگستری به نتیجه رسید، رساله دکتری هم در بارش داره. این نهضتی که ایجاد شده قابل مقاومت نیست، یعنی نهضت ایرانی کردن حقوق قابل مقاومت نیست. ممکنه حتما هم همینجوره به عمر من کفاف نده، ممکنه به عمر شما کفاف نده، ولی این کار در ایران انجام خواهد و ما به یک حقوق ایرانی مناسب با وضعیت اجتماعی ایران خواهیم رسید. از دستاوردهای کشورهای دیگر استفاده نکنیم. چرا استفاده کنیم؟ همون اصطلاحی که دوستان عزیز من در ایران باب کردند و بسیارم در درس‌هاشون و
گفتگوهاشون تبلیغ کردن بومی سازی، یعنی اون ایده خوبیه بله، ولی به شرط این که تبدیل بشه به قانون متناسب با وضعیت اجتماعی ایران. به اینا خواهیم رسید، جامعه ما خواهد رسید. مقاومت در برابر این موج محکوم به شکست است. در زمانهای کوتاهی میشه مقاومت کرد، ولی در نهایت محکوم به شکست است. من روشن میبینم آینده رو. چرا؟ چون میبینم جوانان ما دنبال پیدا کردن ریشه های اجتماعی قواعد حقوقی متناسب با ایران هستند. دنبال این مطلب هست. این خیلی امید بخشه، خیلی روشن. بله، به شما میگن بی خود حقوق میخونی، اینقدر وکیل هست درآمد نداری، ولی تمام کار دنیا به این درآمد منوط است. یعنی توی 115 سال ما نظام حقوقی داشتیم که درآمد داشته باشیم یا جامعهمون رو سامان بدیم. حرف میزنیم دنیا حرفمون رو بفهمه. تئوری های حقوقی اونها، نظریات حقوقی اونها ممکنه با جامعه ما انطباق نداشته باشه. وقتی میاد تفسیرهای اشتباه ازش بکنیم، نتایج منفی ازش بگیریم. اما نسل جوان ما دنبال اینه که اینو پیدا کنه. نسلهای گذشته ما دنبال این نبودن. افتخار میکردیم که ما قانون اقدامات تأمینی و تربیتی رو که کلمه اقدام رو هم اشتباه ترجمه کردیم، اونا میگن تدبیر، از سوئیس ترجمه کردیم آوردیم در ایران گذروندیم. ماده پنجش رو خوندیم. اگر کسی دیگری را تهدید به ضررهای نفسانی بکند و خطر ارتکاب آن عمل باشد، او رو احضار میکنیم و ازش یک تعهد کتبی میگیریم که مبادا این عمل رو انجام بدی. اگر انجام دادی ضمانت احتیاطی ازت میگیریم. الان 50,000 تومن اون موقع، فرض کنید 500 میلیون تومن این زمان، ضمانت احتیاطی میگیریم. اگر زدی اونو کشتی، این پول ازت میگیریم میریزیم تو صندوق دولت. بهمن، کجای اون قانون اشتباه ترجمه کردیم؟ حالا نه، اصلا این در سوئیس هست. به چه درد جامعه من میکنه یه نفر بیاد به شما میگه من جانم در خطر، تهدید کننده رو میخوایم ازش تضمین میگیریم که اگر تهدیدش رو اجرا کردی دولت ازت اینقدر پول میگیره. منطقش چیه؟ اونی که شکایت کرد تکلیفش چی شد؟ هیچی ثبت میکنیم اونو بکشه، اونی که مجازات میکنیم، اما این پول ازش میگیریم میریزیم تو صندوق دولت. افتخارمون اینه که این قانون رو ترجمه کردیم، قانون خوبی هست. و همه این مباحثی که در حقوق کیفری ترجمه کردیم آوردیم. شما فکر کنید که ما قانون آیین‌دادرسی کیفری رو آوردیم، قانون مجازات رو آوردیم. این جرائم این مجازات ها رو دارند. عناوین جرائم هم از اون برآورد. 9 تا 10 تا خیلی بکشید 20 تا عنوان پیدا میکنید که ریشه فقهی دارن. بقیه شون هم از اون بر اومده، ترجمه شده. این مجموعه قانون کیفری که 2 جلد ریاست جمهوری چاپ کرد و قوه قضاییه دیگه هم تجدید چاپ نمی کنن، تو دستتون بگیرید 2 دقیقه 3 دقیقه بیشتر نمیتونید نگه دارید، انقدر سنگینه. در این مجموعه 20 تا دونه عنوان مجرمانه که اکثرش هم قابل اعمال نیست و اعمال نمی کنیم.
با ریشه فقهی داریم، بقیهش که ریشه فقهی نداره که. چون انطباق ندادیم به وضعیت اجتماعی خودمون، قانون 1392 میگذرونیم با این عناوین مجرمانه که بودند، بهش هم اضافه میکنیم. قتل عمدی تا این تاریخ 92 فعل مثبت مادی میخواهد، از امروز میگیم ترک فعل هم اشکال نداره. سلام. عناوین هم بهش اضافه میکنیم، مجازاتش هم میبریم بالا. با وضع جامعه ما انطباق دارد؟ حتما. یکی از علمای بزرگ اینو نوشته، که از علمای بزرگ حقوق ما اینو نوشته. خب 8 سال بعد یه قانون میبریم مجلس بی حساب تمام مجازاتاشو نصف میکنیم، که اکثرشون در همین زمان که قانون میگذرونیم مشمول مرور زمان شده با مجازاتی که براش تعیین کرد. اون چی بود؟ این چیه؟ همین قانون رو که گذروندیم که همه این مجازات ها نصف شدن، 2 ماه بعدش قانون میگذرونیم با مجازات شدید. حالا قاضی از خودش میپرسه آیا این مجازات شدیدی که 2 ماه بعد گذشته مشمول قانون کاهش مجازات هاست؟ یا نه دیگه اینا به قوت خودشون باقیه. تا یه قانون اصلاح قانون کاهش مجازات ها بیاد. علت این نوع قانون گذاری اینه که ما اصلا به مقتضیات جامعهمون توجه نمی کنیم. اما نسل جوان ما داره دنبال این مطلب میره که چه قانونی پیدا کنم که منطبق با نیازهای اجتماعی ما باشد. برخلاف همه اونچه که من تبلیغ کردم در این 50 سال، نسل جوان ما میگوید که ما نیاز به قانونی کیفری داریم، نیاز به مجازات داریم. اما قانون کیفری و مجازات متناسب با وضعیت اجتماعی خود. قطعا این نسل جوان به اونجا میرسه که حبس کرد محبوس کردن مدیون رو از قوانین حذف کنه، نه اینکه مدیون رو حبس کنند بعد از رادیو تلویزیون بگن بابا برین پول بدین مدیون تو زندان آزاد بشه. و اگر باید آزاد بشه برای چی زندانیش کرد؟ قطعا به جایی خواهد رسید این نسل جوان که بگوید یه جوان دیپلومه یا لیسانسیه یه لاقبا که میاد زن بگیره می‌نویسه 1500 سکه طلا مهریه تعیین کردم، این یا مهجوره که خب قراردادش نافذ نیست، نافذ نیست که اصلا قراردادش اعتبار نداره، یا مجنون از مهجورین، یا توانایی اداره مالی خودش رو نداره مهجوره، یا این قرارداد خلاف عقله. به اینجا خواهد رسید که قرارداد اگر خلاف عقل باشد اعتبار ندارد. نه اینکه این بنده خدا رو بگیرن ببرن زندان، بعد دادگاه بگه نه حالا 1500 تا شما 110 تا دولت بگه حالا فعلا 110 تاش بیشتر قابل صدور اجراییه نیست. خب 110 تا سکه امروز ضرب کنید در رقم ببینید چند میشه و فردا این سکه چند خواهد بود و چقدر خواهد شد. بازم میرسیم به اینجایی که نمیدونیم. قانون مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر منطبق است با نیازهای جامعه ما؟ نه نیست. از 67 اجراش میکنیم تا جایی که دیگه زورمون نمیرسه. این شمشیر مجازات تیزیش مرتفع میشه. میگید 5 کیلو 1 گرم. دوران رژیم سابق میگفتن 1 کیلو 1 گرم.
کسی مواد مخدر تریاک داشته باشه اعدام میشه. ما اومدیم بعد از انقلاب کردیم 5 کیلو و 1 گرم سال 67. چقدر حکم اعدام صادر کردیم؟ چقدر اعدام کردیم؟ من نمیدونم اون قضاتی که حکم اعدام صادر کردن و اجرا شد وقتی قانون بردن گفتن 5 کیلو، نه 50 کیلو، 50 کیلو و 1 گرم اعدام داره. چطوری شب میخوابن؟ میگن قانون بود ما اجرا کردیم، راحتم، به من چه؟ بدونم که تمام اونایی که اعدام کردن در زمان بازنشستگی، در زمان کهولت، میان این ذهن رو اشغال میکنن که میتونستی یه درجه به من تخفیف بدی، ندادی. بعدم 10 کیلو دیگه اعدام نداره. این خونه های ریخته شدن کی جواب؟ جوانهای ما دنبال اینن که نظام حقوقی متناسب با این جامعه رو با پیدا کردن ریشه های ایرانی سامان بدن. به عقل من نمیرسه، مشکلی نیست. به عقل شما نمیرسه، مشکلی نیست. که مگه باید همه چیز رو همه بدونن؟ اصلا من و تو کی هستیم که راجع به آینده اینجور قضاوت کنیم؟ یک دم مدت عمر من و توه، بازدم نیست، فقط دمه. ایست قلبی اومد بازدم نداری، چه خبره؟ چته؟ من 40 جلد کتاب نوشتم، 80 جلد کتاب بنویس. مشکلات دنیا رو حل کردی؟ مشکلات مملکت رو حل کردی؟ نه، با درآمد داشتی از این کتاب، الحمدلله. خوب ما هم خوشحالیم. اما این جوان ها که میان جلومون میشینن، برای چی داریم ناامید میکنیم؟ طبقه جوان این مملکت، بکوشید در راهی که دارید میرید و بدونید که این کوشش شما برای سامان دادن نظام حقوقی این کشور که انشاءالله به نتیجه خواهد رسید و روشنایی محسوب می شود، خودش شکر نعمات خداست، خودش حکم نماز و بندگی به درگاه خدا رو دارد. میدانیم چه هستیم، نمیدانیم چه خواهیم شد. تاریکی وجود ندارد، تنها ندانستن وجود دارد، نادانی وجود دارد. حالا بنده اینو عرض میکنم، نمیدونم بده بگم که این فرق نمیکنه که در اروپا یا در ایران یا در آمریکا یا در چین یا در روسیه گفته شده باشیم، اما به اونا کاری ندارم. راجع به ایران که صحبت میکنیم، به کسانی که اشاعه نومیدی میکنند عرض میکنم که گمان مبر که به پایان رسیده کار مغان، یا گمان مبر که به پایان رسیده کار مغان. 1000 باده ناخورده در رگ تاک است. نیستی که ببینی، مهم نیست، ولی میان همه این باده ها، همه این خوب ها میان، همه این اصلاحگران میان. بله، راه خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی زمان میبره، خیلی ها فدا میشن در این راه، ولی راه غیر قابل برگشته، مسلمه، و هیچ راهی نیست کان را نیست پایان. غم مخور. ایمانتون قوی باشه. آدمی بی ایمان خطرناکه.
ایمان به چی کاری ندارم، به یه چیزی خارج از وجود خودتون ایمان داشته باشید، بهش تکیه داشته باشید، قدرتمند میشید، استوار میشید. و آزار کسی را نخواهید، آزار هیچ موجودی را نخواهید. تا میتوانید عشق و محبت و مهربانی رو توسعه بدید، وضع جامعه بهتر خواهد شد. تمام اونایی هم که از تاریخ میدونیم 5000 ساله، نه 8000 سال هم شهر سوخته در آوردیم، 8000 سال. نه خیر، این آقایی که این حقوق ایرانی رو اخیراً چاپ کرده که از دوستان همین انجمن هست، مؤسسه هست و حالا انجمن، میگه نه آقا خیلی 10000 سال هم بیشتر. 10000 سال دنیا 10000 سال خلق شده، کره زمین 10000 سال خلق شده، بشر 10000 سال رو کره زمینه، کجایی؟ کی اومده؟ نمیدونیم. علما دانشمندان حدسایی میزنن، اصلا پیدا میکنن 25 میلیون ساله. خیلی خوب، چه گذشته در این 25 سال 25 میلیون سال، در این 1 میلیون سال، در این 5 میلیون، چقدر چه اتفاقاتی افتاده؟ اونا رو نمیدونیم. پس خیلی جست نگیر که من حالا آینده رو پیش بینی میکنم. این آینده کی متوقف میشه؟ نمیدونم. پس خیلی راجع به آینده برنامه ریزی برای تا آخر دنیا نکن. دو تا مطلب دیگه هم هست، نه تموم شد حرف من، نه به عنوان حسن ختام، ولی به عنوان اینکه این دو مطلب مونده عرض کنم به خدمت. اخیراً باب شده است که هی میگن برین از ایران، از ایران برین، اینجا آینده نداریم، اینجا فایده نداریم، برین از ایران برین. خب بله، حکومت تشویق میکنه حتما از ایران برین، برای اینکه آدم فهمیده وقتی باشه مزاحم. بله، آدم متفکر مزاحم. شعر فریدون مشیری رو بخونین راجع به این که چرا من در ایرانم، من اینجا ریشه در خاکم، اونو بخونین. شعر نسیم و گون شفیعی کتکنی رو بخونین. خیلی توصیه کردم به جوانها که با ادبیات آشتی کنین، نگین وقت ندارم، اینقدر کتاب حقوقی هست که بخونم که اصلا فرصت نمیشه به ادبیات برسم. این کتاب های حقوقی ذهنتون رو خشک میکنه، چون ذهن رو محدود میکنه، ذهن رو خشک میکنه. با ادبیات، با هنر، با موسیقی تلطیفش کنید. رمان زیاد بخونید، فکرتون تلطیف میشه، جامعه رو میشناسید. رمان های ایرانی بخونید، جامعه ایرانی رو میشناسید. رمان های بزرگ خارجی رو بخونید، اصلا انسان رو بهتر میشناسید. شما هر جای دنیا برید، آثار مدنیت و فرهنگ این مملکت رو همراه خودتون میبرید. آلمانای اصطلاحی داشتند، در اون اصطلاح میگفتن سرباز آلمانی هر کجای دنیا ایستاده باشه، کف پوتینش، کف کفشش خاک کشور آلمان هست، بنابراین اونجا رو خاک آلمان ایستاده، پس در آلمان. ایده های این که سفارت های خارجی جزء سرزمین خارجی محسوب می شود از اینجا ها ناشی می شود. اگه اشتباه نکنم ماده 15 قانون مدنی فرانسه این مطلب رو داره به طریق دیگری. هر فرانسوی در هر کجای دنیا
یه قرارداد بنویسه، این قرارداد تابع قوانین فرانسه است، اصلا اون کشور به حساب نیست. نه، یادگارهای دوران استعماری هست. ولی شادتون باشه، میتونین برین از ایران، هر جای دنیا برین، فرهنگ و مدنیت این جامعه رو با خودتون میبرین. کتابهایی دارد آقای دکتر حسین وحیدی، خودش استاد اقتصاد بود ولی عمرش رو گذاشت روی مسائل قبل از اسلام در ایران و ادیان قبل از اسلام در ایران، به خصوص زردشت و اوستا و این دین. اونجا در یه رمانی یه جمله خیلی قشنگی داره و اون اینه که پدر به فرزندش، این نشین به فرزندش میگفت که ما از اینجا چادرمون رو باز میکنیم، میریم به منطقه دیگری چادرمون رو علم میکنیم، اونجا زندگی میکنیم 6 ماه از سال، 3 ماه از سال، 4 ماه از سال، بعد دوباره برمیداریم اون چادر رو، میریم به منطقه دیگری، حالا یا مرتعه یا هوا بهتره یا هرچه. یادت باشه اون چادره مهم نیست، علمی که زیر اون چادره مهمه، تیرک چادره که مهم، اینو جا نذاری وقتی میری، یه چیزی پیدا میکنی روی این علم بکشی، ظواهر رو درست کنی. اما اگه این علم، این تیرک نباشه، چادر نیست، سر پا بایی نیست، سرپناه نداری. فرهنگ و مدنیت ما همین تیرک چادر، هر جا برین دنبالتون، نمیتونین ازش بگذارین، در خون شما، با خون شما عجین شد. اما اینجا میمونین، سخت اینجا زندگی کردن، موندن، نه حالا، همیشه در این آب و خاک زندگی کردن سخته. این آب و خاکی است که حمله اعراب رو دیده، 2 قرن سکوت زرین کوب رو به اون خیال میکردن تا آخر دنیا شمشیرشون تیزه و میکشن و حاکم خواهند. حمله مغول رو دیده، حمله ترک‌ها رو دیده، دیگه ادامه ندم حملاتی رو که دیده، هر یکی از دیگری خطرناکتر. برای اینکه بفهمید حمله مغول چه بلاهایی سر این مملکت آورده، حافظ زیاد بخونید. حمله اعراب چه بلایی سر این مملکت آورده، بازم حافظ زیاد بخونید. حالا بقیه هم هستن اعراب، دیگه بحث رو میخوام کوتاه. فقط یادتون باشه که موندن در این اجتماع، ماندن در ایران همیشه سخت. کار سخت رو کی میتونه انجام بده؟ عاشق. ماندن در این آب و خاک کار عاشقان است. حکومت ها آب روان جوی هستند و ملت ها کف این نهر که موندنی هستن. اگه عاشقید بمونید، سخته، خیلی بهتون سخت میگذره، میشه جان رو بر سر عاشقی گذاشت. اما با این که بهتون میگن از اینجا برین، حالا همه چه حکومت چه غیر حکومت، این مملکت که صدمه نمیخوره هست، این زایش داره، همینجوری داره میزاد. آخرین جمله‌م اینه: در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار بیابان، غم مخور. و سرزنش ها میکنه این خار بیابان. خب من 1 ساعتم تموم شد، خیلی ممنون. 1 ساعت حرف زدم و سر شما رو درد آوردم، خستتون کردم، تموم شد.
حالا سوال ها اگر هست، اگر نیست که خب چه بهتر، پاشیم بریم و به استراحت بپردازیم. اگر هست سوال ها یا کلیست یا مصداقی. سوال های کلی رو در صورتی جواب میدم که جنبه شخصی نداشته باشه، یک. دو، باعثی نشه که این یه لقمه نون حرومی که ما میخوریم قطع بشه، چون میدونید میتونن حقوق بازنشستگی منم که دارم باش زندگی میکنم قطع کنم. اونا رو هم جواب نمیدم. میدونم که الان لبخند بر لبان کسانی که میتوانند حقوق بازنشستگی رو قطع کنن میاد که ببین اینم از ما میترسه. بله معلومه میترسه. بقیه رو اگه بلد باشم جواب میدم، اگر بلد نباشم خدمتتون عرض میکنم به چه کسی مراجعه کنید که بلد باشه. فقط به کسانی میگم مراجعه کنید که اونها شما رو از زندگی ناامید نکنند. خدا نگهدار همتون باشه و برقرار باشید. تموم شد صحبت. خیلی ممنونم استاد عزیز، مثل همیشه ما سیر نمیشیم و لذت میبریم و این شما هستید که خسته میشید. ما دوست داریم همچنان بشنویم و با کسب اجازه‌ای که از شما داریم میگیرم، اگر اجازه بفرمایید ما یه سری سوالات داریم به احترام عزیزانی که همراه ما بودن مطرح کنیم. و البته تعداد سوالات بسیار زیاده، ولی من سعی میکنم که خستتون نکنم زیاد و به حد معقولی پرسش ها رو مطرح کنم. اجازه بفرمایید من عرض کنم. اولا یه قلوب چایی بخورن همه هر جا هستن که حتما خوردن، بندم بخورن. ثانیاً صف 912 103 89 25، 0912 103 89 25، این شماره واتساپه. دوستانی که سوالاتشون میمونه میتونن روی واتساپ مطرح کنن، بنده در حد توانم جواب بدم. منتها اینقدر تعداد سوالات زیاده و بنده همیشه از آخر شروع میکنم جواب دادن که مدتی طول میکشه تا جواب برسم به اون اولی، به جدید ها یه خورده حوصله کنم. به صبر کوش تو ایده. بله بفرمایید. بله خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون جناب استاد، قبل از اینکه به پرسش ها بپردازیم و جناب عالی هم یه مقدار خستگی در کنید، من با توجه به آنچه که در لایف های انجمن حقوق شناسی در این 100 جلسه گذشته، میخوام که یک یادی بکنم از عزیزانی که در این مدت از دست دادیم. یعنی ما در این 100 لایوی که برگزار کردیم به نحوی با عزیزانی در ارتباط بودیم که اینها حالا یا به عنوان مهمان در جلسه ما حضور داشتن یا متاسفانه بعد از اینکه فوت کردن ما آثارشون رو بررسی کردیم، یا اینکه در زمانی که در قید حیات بودن آثارشون رو بررسی کردیم و بعد فوت کردن. در هر صورت به یک نحوی با این لایو های ما مرتبط بودند این عزیزان. صرفاً اسامی اونها رو من ذکر میکنم و امیدوارم که خدایشان رحمت کند. خب استاد عزیز ما جناب آقای دکتر ایرج گلدوزیان رو در این مدت از دست دادیم، استاد داوود فیرهی رو از دست دادیم، استاد نجف دریابندری رو از دست دادیم، آقای دکتر منصور رحمدل رو از دست دادیم، آقای دکتر قدرت الله واحدی، آقای دکتر احمد گل محمدی، آقای دکتر محمد عزیمیان، آقای دکتر مشتاق زرگوش و وکیل شاعر و خوش‌ذوق فرید رفعت خور و متاسفانه به دلیل کرونا از دست دادیم. و البته بودند افراد دیگری که در این ایام ما از دست دادیم، ولی خب ارتباطی به لحاظ محتوایی با بحث‌های لایو ما نداشتن، مثلا از دست دادن استاد عزیز منوچهر آشتیانی. در هر صورت یادشون همیشه بین ما خواهد ماند.
و از آثاری که بر جای گذاشتن قطعاً استفاده خواهیم کرد. اما نکته دیگری که خدمت جناب استاد عرض کنم این هستش که لایف های ما قرار نیستش که به طور کلی متوقف بشه. این سری نخست بود که در 100 جلسه جمع شد و قرار هستش که از این به بعد در قالب انجمن علمی حقوق شناسی که اخیراً آگهی ثبت اون در روزنامه رسمی منتشر شد، ما جلسات رو ببریم داخل کارگروه های علمی، دبیران مختلفی داشته باشیم و به صورت تخصصی تر بحث ها رو پیش ببریم. دوستان هم دیگه از تماشای چهره من قطعاً بعد از 100 جلسه خسته شدن. این هم از این نکته. و البته کارهای دیگری هم انجام دادیم و خواهیم انجام داد، مثل اینکه بر جلسات شعر و ادبی رو برگزار کردیم جناب استاد در کلاب هاوس، حقوقی ها رو دور هم جمع کردیم و مانند قبلا که حضوری در خانه اندیشمندان این جلسات برگزار میشد، ما یک جلسه رو به یاد فرید رفعت خوب برگزار کردیم و این کار قراره که ادامه پیدا کنه و همینطور جلسات متنوع و متعدد دیگری که انشاءالله به زودی خواهیم گفت از اونها. قبل از اینکه ورود به پرسش ها داشته باشیم، من یک گزارش 1 دقیقه یا 2 دقیقه نهایتاً از این 100 جلسه لایو رو خدمت استاد عزیز و همه حاضران در جلسه که قریب 1500 نفر هستند بگم و بعد ورود پیدا کنیم به مباحث مد نظر عزیزان. خب ما در این جلساتی که برگزار کردیم 168 نفر رو به طور کلی دعوت کردیم و با افتخار در خدمتشون بودیم و این کار میشه گفت با کمی اغراق بیمانند بود. در یک کار علمی 168 نفر رو شما هماهنگ کنید و از اونها خواهش کنید و اونها هم لطف کنند و حاضر بشن موجب افتخار انجمن بود. در این میان 119 نفر اساتید دانشگاه و پژوهشگران این کشور بودند و همینطور 23 نفر از صنف وکلا بودند و 26 نفر ما متخصص غیر حقوقی رو جناب استاد دعوت کردیم در جلسات لایو. یعنی قرارمون این بود که فقط در محدوده حقوق باقی نمونیم، به روانشناسی ورود پیدا کنیم، به روانپزشکی، به جامعه شناسی و به همین دلیل از متخصصان متعددی خارج از رشته حقوق دعوت کردیم و جلسات رو برگزار کردیم. در داخل حقوق گرایش های مختلفی مباحث ما رو تشکیل میداد، از گرایش حقوق کیفری و خصوصی و عمومی و بین الملل بگیریم تا گرایش های جدیدی که به تازگی عزیزان به سمت اون میرن. همچنین یک سری جلسات رو داشتیم جناب استاد که به معرفی اثر میپرداختیم، اثری به تازگی منتشر میشد و ما این اثر رو می آوردیم و به داخل جلسه نقد می کردیم با صاحب نظران و اون رو معرفی می کردیم. همینطور دانشگاه های متعددی با ما همکاری داشتن در طول این مدت که دیگه من از ذکر نام این دانشگاه خودداری می کنم به دلیل اینکه وقت گذشته و دوستان خسته هستن. اما بریم سراغ پرسش ها و استاد عزیز حتما میبخشید بر بنده که من پرسش ها رو به ترتیب یادداشت نکردم. همین الان هنگامی که جناب عالی میفرمودید یادداشت کردم، لذا به جهت محتوایی ممکنه که ترتیب خاصی رو رعایت نکرده باشید. اولین پرسش که خدمتون مطرح میکنم این هستش که جناب عالی فضای امروزی دانشگاه رو چطور ارزیابی میکنید؟ فضای امروزی دانشگاه ها به دلیل حضور نسل جوان در دانشگاه ها بسیار خوب مثبت. میدونم بسیاری از اساتید، بسیاری از مدرسین ناراحتند و میگویند که اینها دل به درس نمیدهند، این جوانان شوق درس خواندن ندارند. خب وسائل تأمین زندگیشون فراهم هست که با خیال راحت به دانشگاه بیان؟ خیر،
پس یه نقصی از این جهت هست، تقصیری متوجه اونها نیست. اونا با شوق میان به دانشگاه، ولی وقتی که فکر این هستن که ظهر چی باید بخورن و پولشو از کجا باید بیارن، و فکرشون دیگه متمرکز نیست برای اینکه مطلب رو بگیره. و من هم به عنوان مدرس یا استاد این درس یه تکلیف بر خودم میدونم که اون تکلیف انسانی نیست، و اون تکلیف این است که من درسمو دارم باید درست بدم. خب من که برای دیوار درس نمیدم، برای میز و صندلی درس نمیدم، برای انسان درس میدم. این انسان در شرایطی نیست که فکرش آماده باشه، میگم به من ارتباطی نداره. این درست نیست. صندوقی در دانشگاه ها تأسیس میکنیم برای کمک به دانشجویان، حتی اقل به دانشجویان نیازمند. نیازمندم معنیش این نیست که فقط خودش بگه ها من تحقیق کردم، این شخص آبرو داره و هیچی نمیگه، یعنی شکمش گرسنه است. بنابراین این مسئله که وضع فعلی دانشگاه ها چطور است، سال 51 که من دارم تدریس میکنم، بعد از بازنشستگی هم هر سال یک درسی رو عهده‌دار بودم، و به شما با اطمینان خاطر میگم که در این 51 هر نسلی آمده است از نسل قبلی برجسته تر بوده، توانایی های بیشتر داشته، ممکنه امکانات کمتر داشته باشه، در نتیجه نتونه از اون توانایی ها استفاده کنه. تمام عزیزانی که پای این لایو نشستند میدانند که اگر فرزند دارند، فرزندشون از خودشون جلوتره. جبر زمان است. شما از پدرهای زیادی، از مادرهای زیادی میشنوید که ماشاءالله ماشاءالله این بچه ای من یک توانو، همه بچه ها این توانایی ها رو دارن. بنابراین نسل فعلی که در دانشگاه هست از نسل سال قبل، از نسل سالهای قبل، از ماها که دانشگاه بودیم خیلی جلوتر. با این وضعیتی هم که اینترنت داره و فضای مجازی داره، یحتمل اطلاعاتش هم خیلی بیشتر از ما هست و بروزتره. قدرشون رو باید بدونیم، حرمتشون رو نگه داریم و امکانات برشون فراهم کنیم. همین دیگه. بله، عرض کنم که استاد در همین محدوده پرسیدند که تحصیل در خارج از کشور را آیا پیشنهاد میدید و بعداً باز برگردیم به کشورمون؟ ببینید، من در صحبتام عرض کردم زندگی یک دم است، مدت حیات یک دم است. دم فرو بردی بر نمیگردی، دم رو بیرون دادی، بازدم بیرون دادی، دیگه دم نمیاد پشت سرش. این دم رو به تحصیل وابسته نکنید، اونجور بگذرونید که شادی درون براتون ایجاد میکنه. با تحصیل شادی درون ایجاد میکنه، تحصیل کنید. با در ایران بودن براتون ایجاد میکنه، این کارو بکنید. با خارج رفتن ایجاد میکنه، برید خارج. توصیه نمیکنم که یکی بره خارج یا اینجا بمونه، ولی به شما میگم که خیلی ما جست میگیریم از داشتن دکتر امیر ناصر کاتوزیان و دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی. این دوتا که یکیشون به خودش میگه علامه، اون یکی میگه من، میگفت که من برجسته ترین استاد ایران هستم، شما هم بهش میگین پدر حقوق ایران،
و سلمنا، ما تسلیمیم به اونچه که خودشون میگن یا دیگران گفتند، خارج تحصیل نکردند، هر دو در ایران تحصیل کردند و تمام تحصیلاتشون هم در ایران بود. بنابراین توصیه نمی کنم حتما برید خارج، میگم اگر میخواید برید خارج، یک، توانایی هاتون رو بسنجید، دو، برنامه منسجمی داشته باشید، سه، اونجا که رفتین قصه نخورین، شاد باشین، یا نه تشریف ببرین یا بمونین، قدمتون سر زمین دیگه. پرسیدن جناب استاد که قانون مدنی ما بعد از این همه سال آیا نیاز به تغییر نداره؟ دیگه اینا رو صحبت کردم دیگه، بارها تو صحبتهایی هم که در انجمن براتون در مؤسسه براتون کرده بودم در حضوری عرض کردم، به طور قطع این قانون مدنی اشکالات بسیار زیاد داره. همون وقتم که گفتم اشکالات داره، گفتم سر جمعتون دست بهش نزن. در شرایط 43 سال اخیر ما دست به هر قانونی زدیم، به جای اصلاح اون رو اخراب کردیم، خراب کردیم. الان اگر بگم بله قانون اساسی نیاز به اصلاح دارد، یه دفترچه 40 برگی میگیرین میدین دست یه دکتر حقوق خصوصی، میگین آقای اصلاحی بر قانون مدنی بنویس، اونم قانون مجازات 1392 رو بنویسه، یا میگیم گیر افتادیم تو این قانون. عالم بزرگ، تو یک قانون مناسب، اون قانون کاهش مجازات ها رو می‌نویسه. بنابراین نمیگم الان دست به اصلاحش بزنیم، اما خواهش میکنم وقتی میخوان قانون مدنی رو اصلاح کنند، هی دوباره به علامه، به شیخ مفید، به شیخ انصاری و کتب اونها استناد نکنند که این مطلب اون گفته بود تو قانون نیست. آقا اون مطالب دورش گذشت، الان جامعه ما به چی احتیاج داره؟ برای این کار احتیاج به یک گروه هست. این گروه مرکب است از مورخ، جامعه شناس، روانشناس، فلسفه‌دان، ادیب، بله اصلاح بشود. ولی قانون اصلاح، قانون مبارزه با مواد مخدر، از روز اول اونهایی که رشته روانپزشکی، روانشناسی، رواندرمانی، روانشناسی، روانپزشکی خونده بودن، روانکاوی خونده بودن، آه و ناله میکردن که آقا معتاد بیماره، بیماره که مجازات نمی کنن. کسانی که نمیدونم چند کلاس درس خونده بودن میگفتن نه نه، ما چهار تا معتاد مجازات کنیم اعتیاد ور میفته. در نهایت بیسوادی معتاد رو نوشتن مجازات بشه. حاکم شهر تهران در اول انقلاب گرون فروشی چیه؟ ده شهی مثلا جنس گرون شده بود، مردم اعتراض میکردن، کجا اونا ببینن که حالا چقدر گرون شده و اعتراضم نداره. نون 5 ریالی 20 ریالی شده 5000 تومن، 50000 ریال. بلیت اتوبوس 2 ریالی که مهر باطل شد روش میزدن برای اینکه بالاش نوشته بود شرکت ملی، ننوشته بود شرکت اسلامی، 2 ریال، حالا 3000 تومن میدیم، 1500 تومن میدیم، سوار اتوبوس میشیم، چقدرم خوشحالی. بنزین 6 ریالش میخواستن بکنن، رئیس وزیر کشته شد، حالا 3000 تومن میدیم، الحمدلله که هست 3000 تومن میدیم. الی آخر
بنابراین این شرایط رو باید در نظر بگیرید و برنامه ریزی کنید. مثلا وقتی معتادین رو هی مجازات کردیم، مجازات کردیم، مجازات کردیم، خسته شدیم، گفتیم معتاد دیگه مجرم نیست، اعتیاد از لیست جرائم برداشتیم. اگه خسته نشده بودیم همچنان ادامه میدادیم. همیشه قصیده سیف فرغانی رو بخونید. قرن هفتم هشتم هجری، دوران مغول. تیغ، شمشیر، تیزیش از بین میره. ای تیغتان چون نیزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد. گروه باید قانون بنویسه، نه یک نفر. من عالمم، ما الان داریم جزء علمامون که یه قانون مدنی پیشنهادی مدل نوشته، فکر میکنم 1000 صفحه. تنهایی عالم به ارض و سما و کلیه علوم ارضی و سماوی، اینا رو بندازین دور. شما جوونی، همه چیز را همه کس، که همه چیز را همه کس ندانند، همه کسان دانند و همه از مادر نزادند. گروه تشکیل بدین برای اصلاح روان. همگان در این قانون نویسی منظور متخصصین رشته های مختلف هست. که همه چیز را همگان دانند، این متخصصین. بعد عرض کنم استاد عزیز، صرف نظر از مصادیق، شما نهاد مجازات رو یک نهاد منصفانه میدونید یا خیر؟ دیگه اینو انقدر من درباره صحبت کردم که باعث خنده است دوباره بگم. در بسیاری از جلسات وقتی این حرفا رو زدم، بلند شدن از بین جمعیت گفتن مجازات نکنیم پس چیکار کنیم، پیشنهاد شما چیه؟ و من درس کردم خدمتشون، مجازات ظلم است و یادگار جباران و ستمکاران اول این تاریخ نوشته شده و شناخته شده است. بعد از اون همه اندیشمندان دنیا فقط در تلطیف این آزار نظر دادن، هیچی جاش نذاشتن. نمی شده؟ حتما باید آزار بدیم. بدی را بدی سهل باشد جزا. فرهنگ و تمدن خودمون رو نگاه کنین، بهتون میگه بدی را بدی سهل باشد جزا. فکر کن، با متخصص صحبت کن، یا اقلا جملات رو درست بخون. وقتی میخونی جزا و سیعت سیعت مثلها، نگو این آدم این کار کرده، ما هم این اون کار رو باید برش باش بکنیم. این رو نادانی توه. با یه جور دیگه نگاه کن به این جمله، بگو جزا و سیعتن سیعتون مثل ها. یه عمل بدیست مثل همون عمل بد قبلی. مگه خدا به ما میگه عمل بد انجام بده؟ ما نمیفهمیم. بارها تو این جلسات به من گفتن حالا مجازاتو میگی اینجوری پس چی جاش بذاری؟ خدمتشون عرض کردم شما اگه پزشک خانواده داشته باشین، پزشک عمومی داشته باشین، وقتی میرین پیشش معاینتون میکنه، آزمایشاتون نگاه میکنه، بهتون میگه برو پیش متخصص تیروئید، خودش دفاع میده، میگه برو پیش متخصص تیروئید، برو پیش متخصص گوش و حلق و بینی، برو پیش متخصص چشم. این دکتر عمومی هم مثل این که من به شما میگم مجازات عمل غلطیه، میفهمه که شما یه چیزی ده، ولی میگه برو پیش متخصصش. حالا شما میگی متخصصش کیه؟
آقای دکتر بزرگ مهر بشیریه، دکترای حقوق کیفری، طهمورث بشیریه دکترای حقوق کیفری دارد. خب پس همین متخصصش؟ نه بابا، این مدرک گرفته، درس خونده، مدرک گرفته، ارتباط علوم روانشناسی و روانکاوی و روانپزشکی رو با حقوق مورد تدقیق نظر قرار داده. حالا بیمار روانی پیشش بفرستم؟ نه بابا، میفرستم پیش متخصص امراض روانی. بنده هم نمیتونم همون کاری رو که بقیه کردن بکنم، یعنی دفتر 40 برگی بردارم و بنویسم چه کارهایی باید کرد، برنامه بدم برای بابا 4-5 نفر دعوت کنن بشینن اینا ببینن چی به درد میخوره دیگه. حکومت این کارو نمیکنه، یادتون باشه، چون حکومت خودش رو عالم کل میدونه. اما این پایین دستی ها مثل شما ها که میتونن گروه تشکیل بدن، بگن آقای قانون مدنی رو گروه بشین بررسی کن، مطالعه کن، بگو چه قانون مدنی به درد ما میخوره. وقتی هم تأیید کردن گفتن این به درد ما میخوره که قانون نمیشه، ولی یه مدلی هست دیگه. همین بهترین کار دیگه. عرض کنم به استاد یک طرحی که همه در جریان هستن تحت عنوان طرح تسهیل کسب و کار، اخیراً مورد نظر قوه قانونگذاری قرار گرفت و خیلی سر و صدا به پا کرد، موافقان و مخالفانی داشت. خواستن نظر شما رو به طور مشخص در زمینه بحث وکالت بدونن که چه بر سر وکالت خواهد اومد و آیا اساساً از اتحادی موافق هستید با این طرح یا خیر. ببینید در این 43 سال چه شغل یا گروه یا طایفه‌ای از دست‌اندازی به مقررات مربوط به خودشون برکنار موندن، معاف موندن، پیدا کنید بعد بگید چرا اومدین سراغ صنف وکیل. اگر دیدین همه مشمول این هجوم قرار گرفتن، اون وقت از خودتون سوال کنید که وکیل چه تافته جدا بافته است که نباید مورد این حمله قرار گیرن. این حملات غلطه، به گروه ها، به اصناف، به حرفه های مختلف. نه اینکه من نشستم ساکت نگاه کردم، حالا که به گروه من حمله شده من وکیلم خودم دیگه، حالا من عکسالعمل من. آقا این غلطه، اونای دیگه درست بود. آقا نظام پزشکی الان رئیسش انتصابیه، درسته؟ خب بالاخره یه مملکته، یه کشوری. وقتی شما میبینین یه ظلمی واقع میشود ساکت مینشینید، ظلم بعدی نسبت به شما واقع میشه دیگه. این عمل غلطه، بله غلطه، اما چطور مراجع به اصناف دیگه اعتراض نمی کنیم؟ نکردیم، فکر کنیم راجع به این مطالب دیگه. الان فقط سوالتون اینه آیا این عمل نسبت به وکلا درست است؟ نه خیر، نادرست است، ولی حل میکنه مشکل رو. این میخ رو گذاشتن روی چوب و شروع کردن به زدن ضربه. صنف خیاط، صنف جواهر فروش، صنف حالا نوبت صنف وکیل شده. همش غلطه، همش غلط. چرا؟ برای اینکه تمامیت خواهیم، همه باید در اختیار ما باشه. آقا وکیل میخواد انتخاب کنه بره دادگاه، میگه وکیلی که من میگم باید انتخاب کنی. وکیل نمیخواد که. زمان رژیم گذشته دادسرای نظامی فقط وکیل نظامی میپذیرفت، تو قانون نوشته بود دیگه، فقط وکیل نظامی. درست بود؟ نه خیر، نادرست بود. ما
اعتراض میکردیم، نه خیر اعتراض نمیکردیم، گفتیم به هر حال ما که دادسرای نظامی نمیریم که. حالا رسیدیم به اونجا که میگه این پرونده سیاسیه، فقط این 10 تا وکیل میتونن شرکت کنن. از این عبارت غلطه دیگه، چون پرونده سیاسیه پس هیئت منصفش کن. به این که کاری نداریم که. میگیم چرا 10 تا وکیل انتخاب کرد؟ ما پرونده سیاسی نداریم. اگه داشته باشیم هیئت منصفه داره. بنابراین سکوت این عوامل رو، این عواقب رو دار دیگه. بعد عرض کنم استاد با اجازه شما من دیگه سراغ سوال بعدی نرم، چون سوالات زیاده، شما هم خسته شدید و نمیخوام بیشتر از این اذیتتون کنم. من تمام روز رو خوابیدم، گفتم حتما تا 8 صبح با اینجا هستیم و داریم با دوستان سر کله میزنیم. اما خدا پدر شما ها رو حفظ کنه، اونایی که رفتن بیامرزه، که اجازه فرمودین که جلسه خاتمه پیدا کنیم. الان هم 10:45، یعنی ما 1 ساعت و تقریبا نیم است یا 40 دقیقه است که در خدمت دوستان هستیم. اونا هم خسته شدن، اونا هم که ازدواج کردن زن و بچه دارن، از اون بر زن و بچهشون دارن میگن چه خبره، خاموش کنین دستگاه، سرمون رفت. راستم. پس من خداحافظی میکنم با همه دوستان، همه تون رو دوست دارم، عاشق همه تون هستم، اما از این که من دوست داشته باشین یا نداشته باشین تأثیری به حالم نداره. و بهتون میگم گرچه در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، تنها گر میزند خار بیابان غم نخور. عاشق باش، عاشق باش، الا از زندگی چیزی نمیفهمی. گفت عشق استرلاب اسرار خدا، سخت فهمیدن، ولی واقعا خداوند خلقت رو با عشق انجام داد، با مهر انجام داد، با محبت انجام داد، نیازی به خلقت کردن نداشت. اگه نیازمند بود که دیگه خدای بی نیاز نیست که، مشکل داره. فقط با محبت انجام داد. ما هم محبت داشته باشیم، عشق داشته باشیم، و الا روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. یا حق، خداوند حافظ همه شما باشه. خیلی ممنونم از شما استاد عزیز. من فقط چون وظیفه دارم که تشکر کنم از چند نفر از دوستان، با اجازه شما سریع این تشکر بکنم. آقای غریب دوست که دیگه نیاز به تشکر نداره، و من از دوستان عزیزی که در این مدت همراه ما بودن باید تشکر کنم. سرکار خانم فاطمه حسینی، سرکار خانم فرناز رجبی و سرکار خانم آرمینا شفیعی خیلی در طول این مدت با ما همکاری داشتن، زحمت کشیدن. کلی من شخصا و دیگر دوستان، آقای غریب دوست و اخوی، به این دوستان زحمت دادن. و همینطور باید تشکر کنم از آقای دکتر محمد جلالی و آقای دکتر وحید آقا، و یادی هم بکنم از خانم دکتر تلنباخ که به نحوی ما در خدمتشون بودیم در یکی از جلسات انجمن حقوق شناسی و لطف کردن که پیامی رو برای انجمن ارسال کردن و ما به صورت تصویری این پیام رو پخش کردیم. خب بیش از این من تصدیق نمی کنم، فقط بگم که انجمن علمی حقوق شناسی به زودی اقدام به عضو گیری خواهد کرد و از طریق صفحه انجمن حقوق شناسی این موضوع به اطلاع عزیزان خواهد رسید. هرچه گویی آخری دارم. فرمشو به نام بدین که ما هم بیایم گوز بشیم. خواهش میکنم. توصیه نامم لازم داره؟ استاد شما بفرمایید، ما شخصا میاریم تقدیم میکنم. خدا نگهدار همگی.
خواهش. اولین عضو افتخاری انجمن علمی هم جناب استاد افتخار دادن که ما خدمتشون باشیم و آرزوی سلامتی دارم برای همه عزیزان. و این نسخه از لایو انجمن هوشناسی هم مانند سایر لایف ها در قسمت آی جی تی وی انجمن هوشناسی قرار میگیره و قابل دسترس هست برای همه عزیزان. هرچه گویی آخری دارد به غیر از حرف عشق، کین همه گفتند و آخر نیست این افسانه را. همه عزیزان رو، استاد عزیزمون رو به خدای بزرگ میسپارم، به امید دیدار در جلسات آینده انجمن هوشناسی. خدا نگهدار. خدا نگهدار. یا حق.